نهمین روز شهریور ماه برابر با 31 اوت سال 1318 خورشیدی برابر با 1939 میلادی، آغاز نخستین دوره جشنواره جهانی فیلم کن در فرانسه. جشنواره فیلم کن برای اولین بار در شهر کن در جنوب فرانسه برگزار شد، اما پس از آن تا پایان جنگ جهانی دوم برگزاری مجدد این جشنواره متوقف ماند. در حدود 11 سال بعد زمان برگزاری جشنواره از ماه سپتامبر به آوریل تغییر یافت و نخل طلا به عنوان جایزه اصلی جشنواره کن معرفی شد. برنامه های این جشنواره از 7 بخش اصلی تشکیل شده است که شامل بخش های مسابقه، خارج از مسابقه، نوعی نگاه، مسابقه فیلم های کوتاه، هفته منتقدان، 2 هفته کارگردانان و بازار فیلم می شود. در جشنواره بین المللی فیلم کن، فیلم ها در 2 بخش اصلی و فرعی از اقصانقاط جهان با یکدیگر رقابت می کنند. از دیگر ویژگی های جشنواره فیلم کن، خصوصی بودن آن است که در آن بزرگترین ستارگان سینما و مطرح‌ترین تهیه کنندگان عرصه سینما حضور به هم می‌رسانند. قابل ذکر است که فقط اهالی سینما حق شرکت در این جشنواره، آن هم با کارت دعوت ویژه را دارند. سال 1357 خورشیدی برابر با 1978 میلادی، ناپدید شدن امام موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان که در شهر قم دیده به جهان گشود و پس از تکمیل دروس مقدماتی نزد سید صدرالدین صدر پدرش، سید محمد محقق داماد، سید حسین بروجردی عازم نجف شد و به درجه اجتهاد رسید. امام موسی صدر پس از وفات آیت الله سید عبدالحسین شرف‌الدین رهبری شیعیان لبنان را بر عهده گرفت و تلاش نمود تا اعراب را برای مبارزه با اسرائیل متحد نماید. امام موسی صدر به تدریج جزء بزرگترین شخصیت‌های سیاسی جهان قرار گرفت و در پی دعوت رسمی دولت لیبی به این کشور سفر نمود، ولیکن در همان سفر ناپدید شد. گرچه اخبار زد و نقیزی درباره زندانی بودن وی منتشر می شود، با این حال هنوز اطلاعات موثقی از وی به دست نیامده است. سال 1376 خورشیدی برابر با 1997 میلادی، در گذشت استاد دکتر محمد کریم پیرنیا، پدر معماری سنتی ایران که در شهر یزد چشم به جهان گشود و تحصیلات مقدماتیش را در همان شهر به پایان رسانید. وی سپس برای ادامه تحصیل به تهران سفر کرد و با وجود آن که در زمینه ادبیات تحصیل می کرد و در این زمینه موفقیت هایی نیز کسب کرده بود، ادبیات را رها کرده و در کنکور اولین دوره دانشکده هنرهای زیبا به دلیل علاقه‌ای که به هنر و معماری داشت شرکت کرد و پذیرفته شد. اما عدم توجه به معماری ایرانی و تأکید بیشتر بر معماری غربی سرانجام پیرنیا را بران داشت که تحصیلاتش را ناتمام رها کند و به بررسی‌ها و تحقیقات فردی خیش متکی شود. او تلاش کرد با بررسی بناها و گفتگو با معماران و استادکاران قدیمی برخی از ویژگی‌ها و اصول معماری ایرانی را مورد شناسایی قرار دهد و به تدریج حاصل تحقیقات خود را در اختیار عموم قرار داد.